درود برای که جلسه رسمی بشه از اینجا شروع میکنیم که درود میفرستم خدمت تک تک هموندان گرامی عزیز. سال خوبی رو برایتون آرزو میکنم، امیدوارم که به خوبی و خوشی این چند روز گذشته باشه. سلامتی از همه چی واجبتر برای همه عزیزان آرزومندم. همچنین سلام عرض میکنم و درود میفرستم خدمت آقای دکتر صوفیا مهر گرامی و برای ایشون هم سالی خوب آرزومندیم، آرزومند هستم. امیدوارم که موفقتر از همیشه باشند و ما هم یک سال بهتری در پیش رو داشته باشیم، با خبرهای بهتر، با نتیجه های بهتر. از آقای دکتر صوفیا مهر خواهش کردم چندی پیش که با از طریق واتساپ در تماس بودیم که این روز رو وقت بذارن برای ما، که لطف کردن تشریف آوردن. به هر حال چند دقیقه گذشته ولی مهم نیست، ما صحبت خودمون رو داشتیم میکردیم و از آقای صوفیا مهر خواهش کردم که با توجه به اینکه ایشون به هر حال یک کارشناس بین المللی هستند، کارشناسی هستند که در موارد به حساب جهانی آگاهی دارند و دانش در این موارد دارند، ازشون خواهش کردم که من اینجا یه خود چیز شدم بلکه داشتم خط دیگری رو میخوندم، از ایشون خواهش کردم که با توجه به این که ما الان حدود یک ماه و چند روزی هستش که 37 روز هستش که از حمله روسیه به اوکراین میگذره و خب همه خبرها رو ما به خودمون به هر حال به نحوی از در فضای مجازی و از این خبرنگار به اون خبرنگار، از این صفحه به اون صفحه میخونیم و متوجه هستیم با زبانهای مختلف، ولی با این حال از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن، دعوت ما رو پذیرفتن، سپاسگزار هستم، که در مورد تاثیر حمله روسیه به اوکراین و این تاثیر در جهان و احیاناً و شایدم بیشتر از احیانا نقشی که جمهوری اسلامی در این وسط داره یا گریبانگیرش شده یا میشه صحبت بکنم. من صحبت رو کوتاه میکنم چون وقت زیادی هم نداریم. آقای دکتر صوفیا مهر درود مجدد خدمت شما، بفرمایید میکروفون در خدمت شما هست و ما شنونده، بفرمایید. خواهش آقای قطبی و درود بر دوستان دیگر، با شادباشای نوروزی. منم امیدوارم سال پیش رو سالی پر از شادکامی و تندرستی برای ما ایرانیان باشه. ببینید، در مورد مسئله اوکراین و اینو ما باید، من میبینم توی رسانه ها بهش میگم بحران اوکراین، در صورتی که در وهله اول این بحرانیه که روسیه دوچاره شده و از سوی دیگه جهان رو دوچاره این بحران کرده. شما اگر که با تاریخ بین الملل، روابط بین الملل آشنا باشین، دوره معاصر، شما وقتی که تاریخ آستانه بسیار جنگ جهانی اول رو میخونید، میبینید در فضای بین الملل یک سری تئوریای خوشبینانه ای حاکم میان کشورها، به یک نوعی گفته شده گفتمان غالب بر روابط بین الملل یک گفتمان لیبرالی بود، بدین معنا که تجارت میان کشورها و داد و ستد آزادانه میان کشورها باعث صلح جهانی میشه، باعث گسترش صلح و کاهش جنگ میشه. بنابراین تا پیش از جنگ جهانی اول کشورهای اروپایی خطر آلمان یا قدرت‌های دیگه اروپا رو دست کم می‌گرفتن. منتها وقتی که جنگ جهانی اول روی داد، این باورهای لیبرالی در عرصه بین‌الملل فرو ریخت و مشخص شد که اون آرمان‌های روشنگری که به کارگیری عقل، تکنولوژی، داد و ستد، فرهنگ، اینا میتونه خطر جنگ رو کاهش بده و اروپا وارد یک قرن تمدن شده که از جنگ عبور کرده، نشون داد که این باورها نوعی خوشبینی افراطی بوده و از دل این خوشبینی افراطی جنگ جهانی اول
بیرون اومد. جنگ جهانی اول درسته که پایان گرفت، منتها پیامدهای اون باعث جنگ جهانی دوم شد با اون وسعت و گستره ویرانی بی سابقه در تاریخ بشر، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ هزینه های انسانی. یک چنین فضایی در اروپا حاکم بود تا پیش از تجاوز روسیه به اوکراین. باور بر این بود که وقتی که کشورهای اروپایی با روسیه تجارت میکنن، داد و ستد میکنن، با چین داد و ستد میکنن، این به دلیل وابستگی که به غرب پیدا میکنن به یک نوعی اون جاه طلبی سیاسی رهبران این کشورها مهار میشه. به قول انگلیسی ها تینگ، یا همون کلمه تیمینگ یا رام کردن، اون جاه طلبی سیاسی رام میشه و تبدیل میشه به جاه طلبی اقتصادی. یعنی آرمان یا یکی از پیشفرض‌های لیبرالیسم اینه که یکی از راه‌های مهار جاه طلبی سیاسی اینه که ما این جاه طلبی سیاسی رو وارد کانال جاه طلبی اقتصادی بکنیم. مثلا شما توی آمریکا کلمه ساکسس یا موفقیت و پیروزی رو بیشتر بر پایه تصاحب مادی تعریف میکنن. فرد ساکسسفول یا فرد موفق در فرهنگ آمریکایی کسیه که بیشترین تصاحب مادی داشته باشه، شغل خوبی داشته باشه، خانه بزرگی داشته باشه، بچه بسا چندین خانه داشته باشه و حساب بانکی پرپولی داشته باشه. این معنای ساکسس یکی از پیشفرض‌ها و یکی از مبانی فکری اینه که وقتی که انسان‌ها درگیر داد و ستد اقتصادی میشن، جاه طلبی های مخرب سیاسی رو فراموش میکنن، چون که محتاط میشن. وقتی که بیزینس من، تجارت من به یک نوعی به نظر شما وابسته هست، من طوری برخورد نمی کنم که نظر شما رو مکدر بکنم، چرا که مثلا بیزینس خودم آسیب ببینه. اینو در اشل بزرگتر در روابط بین الملل بهش میگن interdependency، یعنی یک وابستگی دو سویه. مثلا آلمان فکر میکرد که اگه با روسیه تجارت گازی داشته باشه، این هزینه جنگ و تنش رو میان آلمان و روسیه بالا میبره. چرا؟ چون که روسیه از این واهمه خواهد داشت که اگر که دست به تنش با آلمان بزنه، اون درآمدی که حاصل از فروش نفت و گاز به آلمان داشته به خطر میفته. بنابراین یک فضایی به وجود میاد که تنش‌ها رو به صورت دیالوگ و گفتگو دیپلماسی حل بکنن. اما با تجاوز روسیه به اوکراین، به نظر من بسیاری از این خوشبینی‌هایی که ریشه در لیبرالیسم داره و دوره روشنگری داره به یک نوعی حالا نه کاملا فرو ریخته، منتها سست شده. اینی که لزوماً وابستگی دو سویه و تجارت آزاد میان کشورها لزوماً منجر به کاهش تنش نمیشه، چه بسا میتونه تنش رو بالا ببره. به چه معنا؟ به چه صورت؟ به این صورت که اتفاقاً روسیه به خاطر این که میدونه مثلا اروپا رو به نفت و گاز خودش معتاد کرده و به گونه‌ای که اروپا نمیتونه دست از این اعتیاد برداره، بنابراین وابسته به روسیه است و هر ساز روسیه خواهد رقصید. این یکی از محاسبات پوتین بود برای حمله به اوکراین، چون که باور داشت کشورهای اروپایی چنان درگیر مسائل اقتصادی و منافع اقتصادی خودشون هستند که یک جبهه متحد و به دلیل به خطر افتادن منافع اقتصادی هر کشوری به خطر نمیندازن تا علیه روسیه بیستن، در مقابل روسیه بیستن. اما دیدیم که چنین نشد. به هر حال یک جبهه گسترده علیه روسیه شکل گرفت و این محاسبه پوتین در مورد انگیزه کشور اروپایی
اشتباه از آب در اومد و دیدیم که به هر حال کشورهای اروپایی تا میزان زیادی اون منافع اقتصادی رو سعی کردن فدا بکنن برای مسائل امنیتشون. البته آلمان تا الان تماما بند ناف خودش رو از نفت و گاز روسیه با وجود همین تجاوز قطع نکرده، حالا یه مقدار کاهش داده، منتها هنوز دنبال یافتن جایگزین ها هستن. یه مسئله فراموش نکنم به عنوان مسئله حاشیه اما مهم بگم، ببین خود اروپا، در اروپا هم نفت داره هم گاز. تا چندین سال پیش، فکر میکنم تا 2 دهه پیش، اروپا میتونست نفت و گاز خودش رو تامین بکنه، ولی روسیه بسیاری از این گروه های طرفدار محیط زیست و به اصطلاح ازشون استفاده کرده که لابی بکنن که هزینهشون رو پرداخت میکنه روسیه برای اینکه بگن که استخراج نفت و گاز در اروپا به محیط زیست خطر آسیب میزنه، خطر داره برای محیط زیست، و بنابراین اروپا رو وابسته بکنن به نفت و گاز روسیه. الان شما وقتی که به گستره ویرانی ها در اوکراین نگاه بکنید، میبینید آسیبی که به محیط زیست اروپا زده شده چه بسا صدها برابر آسیبی بود که اگر اروپا میخواست نفت و گاز خودش رو استخراج بکنه. فرض بکنید همین امروز جنگ در اوکراین پایان بپذیره، میزان متریال یا موادی که باید تولید بشه برای اینکه این خرابی ها بازسازی بشه، ببینید چه آلودگی وسیع محیط زیستی به وجود میاد. مثلا سیمان رو فقط در نظر بگیرید، چه میزان سیمان باید تولید بشه برای اینکه این ساختمان هایی که ویران شدن ساخته بشه، و این چه پیامدهایی برای محیط زیست داره، حتی محیط زیست خود اروپا. حالا بقیه جا، بنابراین به نظر میاد اروپا یک مقدار داره باز اندیشی میکنه در این خوشبینی های لیبرالی خودش. آلمان از چندین لشکر، فکر میکنم 20 لشکری که داشت، لشکرهای خودش رو کاهش داده به بود 4 تا لشکر. در همون هفته تجاوز روسیه به اوکراین، آلمان اعلام کرد که 100 میلیارد یورو میخواد روی بودجه نظامی خودش، روی امور نظامی خودش سرمایه گذاری بکنه. اگه خاطرتون باشه زمان ترامپ، یکی از کشمکش هایی که میان ترامپ و آلمان بود این بود که بعضی از اعضای ناتو از جمله آلمان به عنوان قدرتمندترین نیروی اقتصادی اروپا حاضر نبود به اون تعهد 1.5% اختصاص بودجه خودشون به بودجه نظامی رو عملی بکنه. اما الان ببینید آلمان نه تنها این کار کرده، چیزی الان فکر می‌کنم در حدود 2%. حالا شما بگید مثلا 2% چیه برای اقتصاد عظیمی مثل آلمان؟ همون 0.5% هم چیزی میشه در حدود مثلا 100 میلیارد یورو، 50 میلیارد، یعنی همون 2% هم خیلی مقدار زیادیه به دلیل اینکه حجم اقتصاد این کشورهای اروپایی بسیار بسیار وسیعه. الان ناتو بیش از هر زمان دیگه منسجم تر شده، میگن که از قضا سرکنگمین صفرا فزود، این خلاف آمد. یک نظریه هست در روابط بین الملل، میگن که شما وقتی که یک رویکرد تهاجمی دارید به عنوان یک کشور، همسایگان شما یا کشورهای اطراف شما میترسن، و این ترس باعث میشه که یک جبهه مشترک علیه شما به وجود بیاره. مثلا شما فکر میکنه قدرت تهاجمی داشته باشین، قدرتتون رو تا این اندازه بالا ببرید، و این کشورهای دیگه چون که میترسن با هم دیگه متحد میشن تا این تهدیدی که تا سطحش تا اینجا رسیده رو مثلا تا اینجا بالا ببرن تا بتونن قدرت شما رو خنثا کنن. به صورت نسبی پیامد این به اصطلاح روی کرده تهاجمی، این فاصله است که قدرت شما کاهش پیدا کرده. الان این اتفاق برای روسیه افتاده، روسیه یک رویکرد تهاجمی در پیش گرفت به خیال خودش که کشورهای اروپایی و غربی رو میترسونه و قدرتش افزایش پیدا میکنه. جبهه متحدی که علیه روسیه الان شکل گرفته روسیه رو منزوی کرده، تحریم هایی که
علیه روسیه هست الان بیشتر از تحریم‌های بیشتر از ایران و چیزی در حدود شاید کره شمالی باشه، یا ما به اون سمت و سو میریم که روسیه تبدیل به کره شمالی دوم بشه. و اینکه سیل این تسلیحات نظامی که به اوکراین الان گسیل شده بسیار بسیار گسترده است، به گونه‌ای که این ارتش روسیه مثل یک هیولای پیر و فرتوت زخم خورده است که با هر قرشی که میکنه هم بخشی از وجود خودش فرو میریزه هم بخشی از اون اطراف خودش رو ویران میکنه. یعنی روسیه فکر میکرد با این هیبت بزرگ نظامی با این تانک های مثلا در اسکل و مقیاس هزاران و وارد خاک اوکراین بکنه، با اولین قرش تانک ها رهبران اوکراینی پا به فرار میزن و شیرازه کشور به هم از هم میپاشه و آقای پوتین میشه پیروز این معرکه و پیروزی آسان و سریع و برقاسایی نصیب روسیه میشه. چنین نشد. مسئله دیگه که باید بهش توجه کرد افکار عمومی درون روسیه است. متاسفانه حالا ما چون که نظرسنجی‌های مستقلی در روسیه نداریم مثل جمهوری اسلامی، ولی گفته میشه که تعداد بیشماری از روس‌ها، حالا نظرسنجی‌های رسمی میگن 2/3 مردم روسیه، حالا شما بگین 2/3 نه، مثلا نمیدونم 60%، 55%، موافق این تجاوز پوتین به اوکراین هستن. بنابراین این صرفاً البته این جنگ پوتینه، ولی به یک معنا این جنگ روسیه هم هست، به این معنا که به هر حال بخش‌های قابل توجهی از جامعه روسیه پشتیبان این تجاوز هستن و این مسئله رو بسیار بسیار پیچیده‌تر می‌کنه. این که به هر حال هر چیزی که مردم خواستن همیشه چیز درستی نیست، قابل دفاعی نیست، عقلانی نیست، اخلاقی نیست، موافق منافع ملی نیست. این درسیه که ما ایرانیان میتونیم بگیریم. بعضیا دموکراسی رو طوری معنی میکنن که هرچی مردم خواستن. خب مردم بعضی موقع چیزای خطرناکی میخوان، باید یک مکانیزم هایی باشه جلوگیری بکنه از وقتی که اکثریت مطالبات خطرناکی داره. به همین خاطر ما حکومت قانون رو داریم. حکومت قانون یعنی اینکه حکومتی که بر اساس یک سری اصول مدنی حکومت به پیش میره، ولی مانع دیکتاتوری اکثریت میشه، یا وقتی که اکثریت مطالبات خطرناکی داره میتونه جلوش رو سد بکنه، یک مکانیزم مهار دیکتاتوری اکثریت. به هر روی من الان نمیخوام زیاد سخنرانی کنم، متکلم وحده باشم، شاید بهتر باشه که الان بعد از گفتن این مقدمه میکروفونا رو باز کنیم. اگه کسی، دوستانی سوالی، پرسشی، مطلبی دارن بیان بکنیم و اینجوری شاید سویه های بیشتری از بحث مورد کنکاش قرار بگیره. بله، سپاسگزار جناب دکتر صوفیان مهر که این مقدمه رو فهمودید. درست میفرمایید، این دیگه شروع بحث خوبی خواهد بود. ببخشید دوستان در نوبت هستن، ولی خب من طبق معمول اولین سوال رو انجام میپرسم از سخنران محترمی که هستش. و خب شما توضیح دادید در مورد جنگ جهانی اول و اون اطمینان بیش از حدی که در اون، یا اون باورهای افراطی و خوشبینی افراطی که وجود داشت که باعث شد که اون ادامهش به جنگ جهانی دوم برسه. و الانم فکر میکنم که اون خوشبینی افراطی بیش از حد همینیست که الان داریم میبینیم. و حالا روسیه نه دیگه اتحاد جماهیر شوروی، بلکه روسیه متجاوزگر میشه و به همسایه هاش تجاوز میکنه. با توجه به اینکه از خیلی وقت پیش این کشور اوکراین هم خب همیشه مد نظر این روسا بوده از زمان جنگ جهانی دوم، به خصوص قسمت شرقش. شرق حتما شما اطلاع، دوستان اطلاع دارن، شرقی که الان صحبت از تجزیهش میشه یا جمهوری خود مختار میشه، اونا همیشه زمانی بوده که بیشتر با به حساب پارتیزان بودن و با سربازان نازی میجنگیدن و به غرب، بیشتر به سمت غرب اروپا. اما
اینجا یه سوال برای ما از نظر ایرانی ها، اینطور در اخبار میاد که من برم سراغ برجام، که این توافق برجام دقیقا در گروی روسا آمده و تا شرایطی که روسها تعیین کردن برآورده نشه این قرارداد به نتیجه، حالا از هر نظر، من نمیگم خوب یا بد، از هر نظر به نتیجه نمیرسه. در این مورد شما چه توضیح دارید؟ بفرمایید که آیا واقعا دولت جمهوری و حکومت جمهوری اسلامی دقیقا چهار دست و پا در اختیار سوریه روسیه هستش؟ نظر شما چیست؟ بفرمایید تا بعد به نوبت ها برسم. بله، ببینید در این مورد اینکه برجام چگونه روی روابط ایران و روسیه تاثیر میذاره و یا جمهوری اسلامی چه منافعی رو از این میبره، ببینید بخشش برمیگرد به نقشی که روسیه در مسائل تکنیکی هسته‌ای جمهوری اسلامی داره. یکی مسئله نیروگاه بوشهر که روسیه تامین کننده سوخت اینه. خب این بخش از تحریم‌هایی که غرب اعمال کرده جدیداً علیه روسیه شامل این مورد نمیشه یا نمیتونه بشه. خب این بخشیه که میتونه روسیه از این استفاده کنه برای بستا به یک نوعی دور زدن تحریم ها. مسئله دیگه اینه که گفته میشه، من اگه اشتباه نکنم توی روزنامه وال استریت جورنال خوندم که در همین برجام دو قراره که روسیه نیروگاه فوردو رو تبدیل بکنه به یک تأسیسات به اصطلاح تحقیقی پژوهشی هسته‌ای، و اگر که این درست باشه خب روسیه هم میتونه از این استفاده بکنه برای کم اثر کردن تحریم‌های خودش. مورد دیگه بود، من داشتم توی یادداشتام نگاه میکردم پیدا نکردم که فراموش کردم، یک نقش دیگه هم داره روسیه، حالا اگه توی یاد داشتم پیدا کنم یادم هم بازم اونو خدمتون عرض کنم. ولی یک نقش های غیر رسمی هم هست که روسیه میتونه ایفا کنه. مثلا یکی بود که جمهوری اسلامی به روسیه پیشنهاد داده که اگه به جمهوری اسلامی تسلیحات بفروشه، مخصوصا جنگنده بفروشه و کشتی های جنگی بفروشه، جمهوری اسلامی کمک میکنه به روسیه برای دور زدن تحریم. خب اینم واقعا از طنزهای روزگار. شما نگاه بکنید که تسلیحات روسی واقعا مثل این که مثل ماکتن، اصلا در گل موندن، اصلا نمیتونن. یه کشور اوکراین که قدرت دست چندم نظامی هست، در عرض یک ماه هنوز موندن تو کار اوکراین. حالا این جمهوری اسلامی میخواد این تسلیحات ناکارآمد بنجل روسی رو بخره، چه بسا با قیمت‌های گزاف. اینم از اون طنزهای تلخ روزگاره که ما زمانی میتونستیم از آمریکا مدرن‌ترین تجهیزات نظامی رو بخریم، نیروی هوایی بسیار قدرتمند و نیروی دریایی بسیار قدرتمند، حالا با التماس روس‌ها کنیم برای بنجل‌های تسلیحاتشون. به هر حال این هم میتونه هم به روسیه کمک بکنه که تحریماشو خونسا بکنه، هم به جمهوری اسلامی کمک کنه که به هر حال به یک نوعی تسلیحات نظامی به دست بیاره و یا بخشی از این تکنولوژی، یا شاید مثلا این پدافندهای دفاعی S-400 رو بخواد از روسیه بخره. این هم میتونه تأثیر بذاره دوی توازن قوا به یه نوعی به نفع روسیه باشه. و مسئله دیگه به طور غیر رسمی افزایش قیمت نفته، و الان که افزایش قیمت نفت به دنبال این تجاوز روسیه خب خیلی افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی از این نظرم نفت میبره، و چون که ایران با روسیه مرز مشترک دریایی داره، حالا از طریق دریای خزر بدون نظارت جامعه جهانی به راحتی میتونه کمک بکنه به روسیه برای دور زدن تحریم ها. حالا بایدن فکر کرده که حالا ما برجامو به یه سرانجامی برسونیم که اولویت جهان
روسیه است، اما به سرانجام رسوندن برجام یعنی اینکه شما نمیتونید به صورت مؤثر با روسیه مواجهه بشید، رو در رو بشید، درگیر بشید. برها وضعیت بحرنج پیچیده ایه. الان یک واقعیتیه که اولویت دنیا همین تجاوز روسیه است و چگونه میشه روسیه رو ناکام گذاشت در اوکراین. بقیه اولویت های دست چندم غربه و به نظر میاد که غرب اینو پذیرفته. در مورد یه مسئله خواستم بگم در مورد سیاست های منطقه بایدن، منطقه منظورم خاورمیانه هست. ببینید یکی از شعارهایی که دست کم جناح خیلی چپگرای دموکرات ها میدارن اینه که ما باید جنگ پایان دادن به جنگ های ناپایان. اوکی، بسیار خوب، شعار بسیار زیبایی. کیه که از جنگ خوشش بیاد؟ کیه که از ویرانی آدم کشی خوشش بیاد؟ هیچ کس. ولی شما به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به عنوان ابرقدرت جهان، وقتی که این پیام رو ارسال میکنی به جهان، پوتین هم این پیام رو میشنوه، رهبر چین هم میشنوه، برداشت اونا از این پیام چیه؟ یعنی که شما اراده برای جنگیدن ندارید. وقتی که دشمن شما بدون اراده برای جنگیدن نداره، اتفاقا اون اینو بهترین فرصت میدونه برای شکست دادن شما. دست کم اگه این خواسته شماه به عنوان یک ابرقدرت، اینو نباید دیگه تو انظار عمومی داد و فریاد بکنیم که بگه ما میخوایم به جنگ های ناپایان پایان بدیم. اصلا مگه جنگی پایان دادن به جنگ به اراده یک نفر و یک سویه هست؟ فرض بکنیم ما تو خیابون راه میریم چند نفر به ما سنگ میندازن، خب منم ارادم اینه که صلح با همه بر سر صلح باشم، ولی تا وقتی که یک نفر دیگه میخواد به ما سنگ پرت کنه که صلحی به وجود نمیاد. میگن که جنگ با اراده یک نفر به یک سویه به وجود میاد، اما صلح احتیاج به اراده همه اطراف اون درگیری داره. این بود مشکل. بعد یه مسئله دیگه، بایدن گفت که ما از خاورمیانه عقب نشینی کنیم چون که اولویت ما اول چینه، بعد روسیه است. حالا جمهوری اسلامی یه قدرت خیلی متوسط منطقه‌ای، هر کاری بکنه زیاد به منافع آمریکا آسیبی نمیزن. خب بازم همین، وقتی که شما این کار میکنید، این خلای قدرتی که در منطقه وجود، خب چین و روسیه میاد پر میکنه. این هم یک ترامپ هم همین اشتباه رو داشت. حالا ترامپ دوره دوم نمون که پیامدهای این نگاه نسبت به خاورمیانه ببینه، ولی این نگاه انزوا طلبانه هم که ترامپ هم داشت، متاسفانه الان هم جناح چپ آمریکا و بخشی از جناح راست آمریکا داره. این باعث میشه که باز این روسیه و چین فکر بکنن یا جمهوری اسلامی فکر کنن شما اراده‌ای برای مقابله ندارید، اراده‌ای برای ایستادگی ندارید. بنابراین اونا میان رویکردهای تهاجمی رو در پیش میگیرن. این اتفاقیه که افتاد با اون عقب نشینی واقعا رسوا آمیز از اون افغانستان، و اینی که برای مدت ها تمام رسانه های جهان اینو پوشش میدادن و این تلقی شد بر ضعف آمریکا، اینکه آمریکا در حال افول و توان درگیری یا اراده درگیری نظامی دیگر رو نداره. بنابراین الان من پوتین اگه حمله بکنم با اوکراین هم به بلعم، صدا از این دیوار در میاد اما از آمریکا و جهان در نمیاد. این بود ذهنیت پوتین. حالا اگر که رئیس جمهور چین، رهبر چین هم فکر همچین نگاهی نسبت به تایوان داشته باشه و جمهوری اسلامی هم نسبت به منطقه داشته باشه، خب ما باید منتظر روزهای بسیار پرتنشتری هم باشیم، مخصوصا این که جمهوری اسلامی به اصطلاح اون مرکبش هم از پل بگذره. بعد از برجام مطمئناً سیاست های تهاجمی بیشتری رو در پیش میگیره. همین چند روز پیش آرامکو رو زده بود و از طنز روزگار هم باز اینه که حمله به آرامکو، درسته که به یک نوعی به عربستان آسیب میزنه، ولی در میان مدت و دراز مدت به نفع عربستان، چرا که قیمت نفت رو بالا میبره و هزینه و درآمد نفتی
عربستان رو وقتی که قیمت نفت افزایش بکنه افزایش پیدا میکنه. به نفع جمهوری اسلامی هم هست، هم یک نمایش قدر قدرتی رو داده و هم این که قیمت نفت بیشتر بالا برده و درآمد خودش رو افزایش داده. یه مسئله دیگه، چیزی در حدود 7-8 ماه پیش از این که بایدن سر کار بیا و زمزمه های برنده شدن بایدن بود، من تحلیلم این بود، گفتم و نوشتم و که با اومدن بایدن نیروی بازدارندگی آمریکا فرو می‌ریزه و متاسفانه چنین هم شد. شاید این حالا به یک نوعی، مخصوصا این سخنرانی که بایدن انجام داده توی لهستان توی همین کنفرانس امنیتی، به نظرم سخنرانی خوبی بود. حالا من اینو به عنوان یکی از منتقدان بایدن میگم، خوب بود، در صورتی که این همراه با عمل باشه، با همون قاطعیتی که در عمل هست همراه بشه، شاید بتونه میزان بالای بازدارندگی آمریکا رو احیا بکنه. ولی به نظر من دست کم در کوتاه مدت روزهای بسیار پرتنشی رو در پیش رو داریم. ببخشید جوابم طولانی شد. سپاس. نه جواب گرفتم، سپاس از شما. البته سوال هستش ولی دوستان در نوبت هستم. فقط از همه خواهش میکنم طبق معمول در 3 دقیقه سوالشون رو بفرمایند که اگر وقت بود که دوباره حتما نوبت داده خواهد شد و جناب دکتر هم بتونن بهش بپردازن. آقای سپهری عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. درود میفرستم خدمت همگی دوباره، دکتر صوفیا مهر، و نوروزتون هم پیروز باشه. در ارتباط با روسیه و این بحران اوکراین، بحران که جنگ اوکراین میشه گفتش، نکته‌ای که برای من جالب توجه هستش اینه که تبلیغات وسیعی قبل از جنگ در ارتباط با قدرت نظامی روسیه به اصطلاح برپا بود و انیمیشن هایی ساخته میشد و من دارم میبینم که ارتش روسیه روحیه پایینی داره. 7 تا 8 تا ژنرال ارتش روسیه تا الان کشته شدند که خب ما میدونیم که درجه ژنرالی و سپهبدی به هر حال در ساختار ارتش درجه بالایی است، نمیتونه در خط مقدم همه اینا اتفاقی باشه. از قرار معلوم ارتش اوکراین اینها رو شکار میکنه، یه واحد ویژه ضربتی داره. سیستم کامیونیکیشنشون، ارتباطشون بسیار عقب مانده است. سیستم نوع جنگشون بسیار بسیار عقب مانده است. مدل جنگ جهانی دوم با گلوله باران سنگین و تخریب همه به اصطلاح زیرساختا دارن کار میکنن. عرض به حضورتون که سربا یک راننده تانک با $10,000 یه تانک T-80 رو فروخت و یکی از بزرگترین ناوشون در دریای سیاه هم 2 روز پیش شکار شد توسط اوکراینی ها. و پیشتر از این هرگز کسی فکر نمیکرد که ارتش اوکراین اینقدر توان جنگیدن رو داشته باشه. البته شایعه هایی هم هستش که میگن که در اصل با کمک اطلاعاتی آمریکا و سلاحایی که میدن و فقط به دست اوکراینی ها انجام میشه. من نگرانی دارم نسبت به این موضوع در ارتباط با کشورمون ایران. در حال جمهوری اسلامی خواهد رفت ولی ما ایرانمون خواهد ماند و با اینکه جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت قسمت عمده سلاحاش رو از روسیه خریده و ساختار نظامیش هم داره مثل روسیه انجام میده و همش تبلیغات و انیمیشن و از این جور شعارها و بدون روحیه نیروهایی که جنگاوری ندارن، ترینینگ خوب ندارن. شما نگاه کنید که ارتش روسیه الان گیر کرده، واقعا ترینینگش بسیار ضعیف است و من از این بابت یه نگرانی دارم و اون این که ما خودمون نمیدونیم هنوز عمق فاجعه در ایران آخوندزاده و جمهوری اسلامی زدمون چقدر هستش. به نظر شما یک، روسیه چگونه این گونه شد؟ چگونه به این درجه از به قول معروف ضعف و ببر کاغذی بودن رسید؟ 2، آیا این نگرانی رو شما هم دارید نسبت به نیروهای مسلح ایران که اینقدر ضعیف باشند و با یه تلنگری به اصطلاح ممکنه که مملکت رو به باد بدن؟ سپاسگزارم. من اگر فرصت باشه بعدا دوباره نوبت میگیرم و سوال میپرسم. مرسی. حتما آقای سپهری، سپاس از شما. درود حامد جان. آره درسته، در مورد این توانایی یا
به عبارت درست ناتوانی ارتش روسیه، واقعا اون آسیب هایی که دیده واقعا جدیه. تبلیغات میشد که روسیه قدرت نظامی دوم جهانه و الان واقعا چیزهایی آدم میبینه که اصلا حیرت میکنه. مثلا جنرال سیستم مثلا مخابراتشون جمع شده یا به اصطلاح اونا بلاکش کردن به یک نوعی، اینها تلفنشون رو برداشتن با همدیگه تماس گرفتن و اون شنود شده تلفنشون و جنرال ها رو مثلا شناسایی کردن محلش رو رفتن اونجا کشتنش. واقعا چیزهایی میبینه که اصلا طنز آمیزه اینه که چجوری قدرت دوم جهان به این حالت واقعا گرفتاری و به ناچاری افتاده. این درسته، میگن که جنگ ها بر اساس دو تا پیشفرض اشتباه پیش میاد. یکی اینکه شما قدرت خودتون رو بیش از حد تصور میکنیم، بیش از حد واقعی در مورد قدرت خودتون اغراق و بزرگ نمایی میکنین و در مورد قدرت به اصطلاح اون طرف مقابل یا دشمن اونها رو کوچک شماری میکنین و وقتی که این به وجود میاد احتمال جنگ به وجود میاد، چرا که وقتی که شما فکر کنید خیلی قدرتمندتر از دشمنتونید فکر میکنید که یک جنگ آسان و خیلی پرشتابی رو پیروزی پرشتابی رو آسانی رو به دست خواهید آورد و پیروز خواهید شد و این محاسبه شما میشه. این شما رو دست کم از لحاظ ذهنی تشویق میکنه برای تهاجم و وقتی که وارد معرکه شدی میفهمین که ای دل غافل، نه قدرت خودم اونقدر زیاد بود که فکر میکردم از اول، نه اینکه قدرت رقیب اینقدر کم بود. و روسیه گفتم احتمال اینو نمیداد که اوکراین اینگونه مقاومت بکنه. البته تسلیحات و اون ترینینگ، همون ترینینگی که حامد گفت، چون که از سالها پیش ارتش آمریکا ارتش اوکراین رو آموزش میداد و این هم درسته که پیروزی هایی که اوکراین به دست آورده توی علیه روسیه در اوکراین بدون کمک اطلاعاتی غرب و چه بسا جنگال یا جنگ های الکترونیک میسر نما، مطمئنن هم کمک های تسلیحاتی هست هم اطلاعاتی هست. همین که مثلا شما جنرال ها رو ترور بکنید بزنید، این نیازمند کمک اطلاعاتی بالایی داره. حتما نیروهای غربی کمک میکنن به اوکراینی ها. اینی که ببین کاری که اوکراینی ها کردن، میدونستن که نمیتونن مثلا مستقیم این ارتش رو شکست بدن ولی به یک نوعی سعی کردن زمینگیرش کنن. چه کار کردن؟ استراتژی که در پیش گرفتن، رفتن دنبال به اصطلاح اون پشتیبانی و آماد و لوجستیک ارتش روسیه، مثلا برن اون تانکرهای نفت رو بزنن، گازوئیل رو بزنن، نمیدونم کامیونهای غذا رسانی رو بزنن. وقتی شما این کار رو بکنی، خب وقتی که تانکتون سوخت نداره و سربازتون غذا نداره، خب نمیتونید به جنگ دیگه. این کاری که خوب اوکراینی ها انجام دادن. مسئله دیگه اینه که برخی از این سربازها و حتی فرماندهان میانی و حتی بالا رتبه روسی فکر نمی کردن که اینا میخوان برن با اوکراین بجنگن. به اینا گفته بودن شما میخوان یه مانور بدین تو بلاروس و بعد از اینکه رسیدن به اوکراین دیدن با مردم اونجا روبرو شدن، تازه فهمیدن اینا وارد اوکراین شدن. یعنی یکی از اصول جنگیدن اینه که شما سربازان خودتون، فرماندهان خودتون توجیه کنی، اینا توجیه شده باشن اهداف چیه، کجا دارن میرن، شما اصلا برای چی می جنگید. اینه که انگیزه میده. وقتی که کشوری تجاوز میکنه به کشوری دیگه، خب این نیازمند احساس حقانیت بسیار بالاییه و وقتی که این ارتش این احساس حقانیت رو نداشته باشه، مثلا سربازان آمریکایی وقتی گرفتن افغانستان می جنگیدن، این احساس حقانیت رو داشتن، اینکه دارن القاعده رو از میان میبرن، طالبان رو از میان میبرن، اینا نیروهای شرن، آمریکا نیروی خیره و اون سربازی که می جنگه داره در جبهه خیر می جنگه. در عراق هم همینجور سربازای آمریکایی وقتی که می جنگیدن،
فکر میکرد که دارن علیه دیکتاتوری می جنگن، دارن یک نظام دیکتاتوری رو ساقط میکنن و برای مردم عراق دارن آزادی میارن. ولی وقتی که شما به عنوان یک نیروی مهاجم فکر کنی که فقط داری به یک کشور حمله میکنی که نابودش بکنی و نیروی مهاجمی این احساس حقانیت و مشروعیت رو نمیکنی، خب اراده ای هم برای جنگیدن نداری. ولی وقتی که حالا از طرف اوکراینی ها، از منظر اوکراینی ها نگاه کنی، وقتی که شما میبینید خانتون، خانوادتون، کشورتون داره آسیب میبینه و یک قدرت متجاوز هست، اونجا انگیزه بسیار بالایی برای دفاع دارید، حتی اگر که فکر کنید که نیروی ضعیفتری هستید. در مورد نیروهای نظامی ایران، آره درسته، واقعا جمهوری اسلامی به نظر من اون چیزی که اسمشو امنیت گذاشته، من همیشه گفتم امنیت مثل جمهوری اسلامی بلاهت محض آمریکا و اسرائیل و شما دشمن یک کشوری بکنید که اصلا هیچ دشمنی تاریخی فرهنگی با ما نداره، این چیزی جز بلاهت نیست. منافع بلند مدت ایران اقتضا میکنه که با آمریکا و اسرائیل رابطه دوستانه داشته باشه. امنیت ایران از راه دوستی با آمریکا به وجود میاد، البته این به معنی نیست که با کشورهای دیگه دشمن بشیم و تماما در جبهه مثلا آمریکا قرار بگیریم، اما با دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، امنیت ایران به خطر میفته، چنان که به خطر افتاده. ایران نه الان به خاطر همین دشمنی نه نیروی هوایی داره نه نیروی دریایی. مگه میشه یک کشوری بدون این؟ شما روسیه رو نگاه کن، روسیه حالا تازه این نیروی دریایی هوایی داره، این وضعش اینجوریه. جمهوری اسلامی همین هم نداره، تازه میخواد التماس روسیه بکنه که شما اگه به ما اینا رو بفروشید ما میتونیم بخشی از تحریم‌های شما رو کم اثر بکنیم. اگر که جمهوری اسلامی هم بخواد یک روی کرده مثلا به یک کشور منطقه چیزی حمله بکنه، من فکر می‌کنم هم ارتش ایران یا سپاه جمهوری اسلامی همین گرفتاری روسیه رو خواهد داشت، مگر اینکه مثلا یک کشور رو بزنن موشک باران کنن اون قسمت رزیدنشالش یا قسمت شهریش و مدنیش و اونجایی که شهروندان زندگی میکنن اونجا رو بزنن در این قدرت تخریب رو داره. ولی این هیچ هدف استراتژیکی رو در پشت خودش نداره، چه بسا وقتی که مردم اینو ببینن اصلا میدونی چه حکومتی شد. مردم خودشو خب اینجوری میکشه، مردم کشور دیگر هم اینجوری از میان میبره. اگر که جمهوری اسلامی بخواد تجاوز بکنه به یک کشور دیگر، بله میتونیم انتظار داشته باشیم که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به همین مشکل دچار بشن. اما اگر که یک تجاوز باشه، حالا تجاوز حالا بستگی داره، مثلا من فکر کنم اگه یک حمله نظامی باشه که نمیدونم مثلا آمریکا بخواد بیاد جمهوری اسلامی براندازه، من نمیدونم مثلا امکان مثلا بگید نیروی نظامی ایران بسیج مثلا چه کار بکنه، خب اون حمله هوایی میکنه، حمله هوایی هم که مثلا نمیتونه پاسخ بده به اون صورت. بستگی داره این جمهوری اسلامی میخواد از این نیروی نظامی خودش برای تجاوز استفاده کنه یا دفاع استفاده کنه، یا اینکه مثلا پاکستان به ایران حمله بکنه، وضعیتش خیلی فرق میکنه تا اینکه مثلا نمیدونم آمریکا بگه که میخواد جمهوری اسلامی برانداز حمله بکنه یا طالبان به ایران حمله بکنه. به نظرم قدرت رزمندگی و جنگاوری این نیروها خیلی فرق میکنه تا باز بگم همون آمریکا باشه یا آذربایجان بخواد حمله بکنه. برای من کیس با کیس باید ببینیم چه کشوری حمله میکنه، با چه انگیزه ای، با چه اهدافی. ولی در این حال اینی که این چیزی که جمهوری اسلامی اسمش امنیت گذاشته و نیروهای نظامی که جمهوری اسلامی گرد آورده با این تسلیحات و با این آموزش اینا میتونه امنیت بلند مدت ایران حفظ بکنه، به نظر من نه، پاسخ منفی. سپاسگزارم جناب صوفیا مه. نوبت بعدی آقای پیرولی گرامی، خواهش میکنم که وقت رو در نظر داشته باشید. آقای پیرولی بفرمایید. بنده درودهای فراوان و دارم خدمت دوستان و همینطور سرنور و خدمت همین دوستان تبریک عرض میکنم. من از جناب آقای صوفیا مه دو تا سوال دارم در اتمام موضوع.
سوال اولم اینه که جناب آقای دکتر نقش غرب و به ویژه ناتو در بروز این جنگ تا چه حد به قول معروف میدونن؟ سوال دومم اینه که آیا به زودی ما شاهد جنگ یا تنش شدید بین چین و تایوان خواهیم بود یا خیر؟ سپاس فراوان. درود بر شما. ببینید، ما میتونیم دو تا تحلیل داشته باشیم. یکی این که تجاوز روسیه رو نوعی واکنش تلقی کنیم، این واکنش به مثلا رویکرد تهاجمی ناتو یا غرب، این چیزیه که پوتین تبلیغ میکنه و یا بهش باور داره یا بخش از مردم روسیه باور دارن. حتی میرشایمر، همون یکی از این بسته متفکران مشهور در سیگ روابط بین الملل، باور داره که روسیه به دلیل ترسی که از ناتو داره رو کرده تهاجمی رو در پیش گرفته. اصطلاحش میگن که escalate to de-escalate، یعنی تنش رو بالا ببر، هدف اینه که دست آخر تنش رو پایین ببر، یعنی که مصالحه بکنه، یا مصالحه بکنه یا تنش رو پایین ببری برای مصالحه کنه. این یه نگاهه، این یک نگاهه. نگاه دوم اینه که نه، این برمیگرده به خصلت روسیه به عنوان کشور، ریشه های تاریخی داره. روسیه خودشو به عنوان یک امپراتوری نگاه میکنه و به یک نوعی این امپراتوری بعد از انقلاب روسیه در 1917 فرو ریخته و شوروی شکل گرفته. شوروی هم به یک نوعی امپراتوری بوده که به اصطلاح اون در زیر پوشش کارگران جهان متحد شوید و دفاع از کارگران، به هر حال اون نیات امپریالیستی رو داشته و بسیاری از این کشورهایی که الان کشورهای شرق اروپا که سالیانی زیر سیطره شوروی بودن الان اعضای ناتو شدن، مثل لهستان و لاتویا و کشورهای دیگه. حالا پوتین میخواد این امپراتوری بسلا فرو ریخته رو احیا بکنه. اینم یک نگاهه. به نظر من کدوم نظریه درسته؟ من فکر میکنم این دومی درسته. یعنی اینکه زمانی که شوروی فرو ریخت، البته غرب چه بسا میتونست به یک نوعی کمک بیشتری به روسیه بکنه برای اینکه دست کم بیشتر در جامعه جهانی به جامعه جهانی جذب بشه، ولی تلاش‌های زیادی کردن. مثلا یک چندین گروه اشتراکی میان ناتو و روسیه برگزار کردن، روسیه رو پذیرفتن توی جمع G20، همون کشورهای صنعتی، 20 کشور صنعتی، و آلمان روابط اقتصادی خیلی خوبی با روسیه داشت تا پیش از این. کمک های بسیار، حتی خود ناتو کنفرانس های مشترک برگزار کردن برای اینکه روسیه عضو ناظر ناتو بشه، اما پیشنهاد پوتین این بود که روسیه به شرطی عضو ناتو میشه که قدرت وتو داشته باشه، به یک معنای یعنی اینکه از میان بردن منطق ناتو، و خب البته ناتو هم این رو نپذیرفت. من تمایل دارم که بپذیرم این بخشی از اون خصلت روسیه هست. روسیه با کشور خود ما هم همین کار رو کرده، همزمان روسیه تزاری با اون دو عهدنامه، ترکمنچای و گلستان، در زمان شوروی اشغال آذربایجان، یعنی همین بلایی که الان پوتین داره سر اوکراین در میاره، استالین میخواست سر آذربایجان ایران در بیاره. اون موقع که دیگه حالا مثلا ناتو با اینا نبود که، زمان به توپ بستن مجلس ایران با لیاخوف روسی مسئله ناتو نبود که، یا شما بزنید مثلا مرقد امام هشتم شیعیان رو بمبارون بکنید که به توپ ببندین، مثلا مسئله ناتو. روسیه یه قدرت استعماریه به یک من امپریالیستیه و خودشو هنوز خودشو در همون هیئت میبینه به عنوان یک قدرت استعماری امپریالیستی قرن 19 همی.
اینی که شما قدرت دارید و اطراف شما کشورهای ضعیفه، شما حمله میکنید کشورهای ضعیف رو به کشور خودتون ضمیمه کنید. این نگاه رهبران روسیه است نسبت به کشورهای اطرافشون و من فکر کنم حمله به اوکراین هم همینه. الان بسیاری از کشورهایی که عضو ناتو نیستن مثل فنلاند و سوئد میخوان به ناتو بپیوندن. به خاطر چی؟ چون که فکر میکنم قربانی بعدی روسیه خواهند بود. خب اوکراین هم اگر که عضویتش پذیرفته شده به ناتو، الان روسیه جرأت نمیکرد حمله بکنه به اوکراین. میگم این همون این یه تناقضیه که رویکردهای تهاجمی به وجود میارن که همون اول گفتم، اینه که شما یک رویکرد تهاجمی رو در پیش بگیرید و کشورهای اطراف دچار ترس و حراس میشن، اونها هم در قالب پیمانهای امنیتی نظامی میخوان قدرت شما رو خونسا بکنن. این مقابله یا هماوردی روسیه و ناتو همین دینامیکو داره، همین دینامیسمو داره. من فکر کنم هفته پیش بود توی مجله نیوزویک خوندم، میگفتم بعضی از برآوردهای اطلاعاتی غرب اینه که چین در تدارک حمله هست به تایوان تابستون، همین تابستون، همین چند ماه آینده. نمیدونم واقعا اگه این درست باشه دیگه این دیگه فاجعه است. اگر که این صورت بگیره چین روسیه نیست، چین هم ارتش کارآمدتری داره، هم ارتش منظم‌تری داره، هم تسلیحات کارآمدتری داره، جمعیتش 10 برابر روسیه هست، اون نظم و انضباطی که فرهنگ چینی داره خیلی بیشتر از به هر حال اون بی‌نظمی که در ارتش روسیه می‌بینیم، و اینکه چین تامین کننده بسیاری از تولیداتی در غرب، یعنی اینکه اقتصاد چین خیلی بزرگتره و وابستگی غرب به چین، وابستگی اقتصادی غرب به چین بسیار بیشتره. اگر که چین به تایوان هم خب برحال عضو ناتو نیست، بنابراین نمیدونم واقعا شما اگه رهبر چین باشید فکر کنید که این همه برگای برنده رو دارید. نمیدونم واقعا. میگن مشکل سوء محاسبه اینه که بعد از اینکه شما دست به عمل میزنید متوجه میشید که این سوء محاسبه بوده یا محاسبه درست بوده. پوتین پیش از حمله فکر میکرد خیلی باهوش و زرنگه و میتونه اوکراین رو در یک هفته، کمتر از یک هفته ببلعه، اما بعدش متوجه شد سوء محاسبه بوده. الان چین فکر کنه این برگ های برنده رو داره و بعد از اون دوچار گرفتاری هایی بشه، اون موقع متوجه بشه سوء محاسبه بوده. اما درسته تایوان جزء ناتو نیست، منتها یک جبهه متحدی علیه چین در اون منطقه هست. مثلا استرالیا همین چند وقت پیش، استرالیا از آمریکا زیردریایی با سوخت هسته‌ای خرید. ژاپن درسته قدرت هسته‌ای به اون معنا نیست، ولی خب میتونه به سرعت هسته‌ای بشه، چون که به صلاح قدرت آستانه هسته‌ای. کره جنوبی هم همینطور. اگر که این کارو، اگر که دست به تهاجم تایوان بزنه چین، باز بر اساس همون منطقه رویکرد تهاجمی همه این کشورهاییه منطقه، اون منطقه علیه چین متحد میشن برای خونسا کردن تهدید چین. از دست ما کاری بر نمیاد جز اینکه امیدوار باشیم که این اتفاق نیفته. بله دقیقا همینطور که میفرمایید، امیدواریم که این اتفاق نیفته و این اتفاقی هم که افتاده هر چیز زودتر تموم بشه. دوستان در آقای جعفری بفرمایید، خواهش میکنم. آقای مهراب جعفری. بله بعد هم عرض سلام خدمت همه عزیزان دارم، به خصوص آقای صوفیا مهر. عرض کنم من یه نظری داشتم، البته تا یه مقداری برخلاف نظرات آقای صوفیا مهره، با توجه به اینکه روسیه ما اگر به نقشه نگاه بکنیم در حدود 300 کیلومتر یا شاید هم بیشتر توی خاک اوکراین نفوذ کرده و الان تا نزدیکی کیف رسیده، پس نیاز به یه ایجاد لوجستیک در قسمت شرقی اوکراین داره.
و این به قول گفتنی حالا بگم هارت و پوت یا یه حرف یا یه کلماتی دیگه برای استفاده می‌کنم که آلمان 100 میلیارد دلار یا یورو تسلیحات میخواد برای اوکراین بفرسته، واقعا میشه به نظرم یه چیز شوخی مانند باشه. چون اول شما اشتباه متوجه شدید، آقای معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم، دولت آلمان 100 میلیارد یورو برای تسلیحات خودش در نظر گرفته، نه اینکه برای اوکراین بفرسته. معذرت میخوام آقای جعفری، چون توی آخرین خبری که من خوندم خود زلنسکی که فکر کنم همین دیروز یا پریروز بود اعلام کرده بود، گفته بود به ما تسلیحات بدین. یعنی چی؟ یعنی از طرف قلب تسلیحاتی برای اوکراین در واقع ارسال نمیشه. و حتی خودش توی صحبتاش گفته بود ما با تفنگ ساچمه ای نمیتونیم از کیف به قول گفتنی حمایت بکنیم یا اینکه جنگ رو به قول گفتنی ببریم. در هر حال منظورم این بود که الان به نظر شما آقای صوفیا مهر، روسیه اومده شرق اوکراین رو گرفته با توجه به این که تا حداقل فکر میکنم یه چیزی هولوش 300 یا 367 کیلومتر یا هر چیزی یا هر چه عددی نفوذ کرده توی اوکراین، طبق نظر یه خبری که من بازم امروز خوندم که یکی از مقامات اوکراینی گفته بود، میگه روسیه قصد بعد این داره که اوکراین رو به دو قسمت شرقی و غربی تبدیل بکنه. به نظرتون این اتفاق میفته یا نه؟ و سوال دوم اینه که آیا روسیه از کوریدور ایران میتونه تحریم ها رو دور بزنه؟ مگر کانال مالی ایران چقدر که روسیه بتونه ازش استفاده بکنه؟ خب از چین که یه متحد خیلی قوی تر هم هست براش، به نظرم بهتر میتونه استفاده بکنه. خواستم در این ارتباط نظر شما رو هم ببینم. ممنون، سپاسگزارم از نوبتی که بهم دادید. ببینید، در مورد اینکه غرب داره کمک تسلیحات نظامی میکنه، این که قابل رد نیست، یعنی یه چیز فکت واقعی هست. گفته زلنسکی نیست که غرب به ما سلاح نمیده. زلنسکی میگه که به ما سلاح بیشتری بدین و تنوع تسلیحاتی رو بالا ببرید. پیش از حمله هم غرب، حالا غرب که میگم بیشتر آمریکا، نه آلمان، به نظرم به صورت تحقیرآمیز 5000 کلاهخود نظامی فرستاد و کمک‌های پزشکی پیش از حمله. اما انگلستان موشک‌های جاولین رو فرستاد، استینگر رو فرستاد تا پیش از حمله. بعد از حمله که چندین برابر شد قدرت تسلیح، همین زمینگیر کردن ارتش روسیه به حال بخشش به خاطر همین موشک‌های دوش پرتاب جاولین ضد تانک جاولین و موشک‌های دوش پرتاب استینگر. این که فکت، این که قابل انکار نیست. منتها زلنسکی صحبت بر سر همون میگ‌های 29 28 تا میگ 29 که از طریق لهستان قرار بود به اوکراین بدن که در اون وقفه افتاد. لهستان گفت که این کار رو انجام میده مگر اینکه آمریکا مسئولیت انتقالشون رو به عهده بگیره. حرفی که زلنسکی داره میزنه اینه. چه بسا زلنسکی باور داره که مثلا شاید تسلیحات قوی تری بدن، شاید موشک های ام ببخشید موشک تانک های M1، تانک های M1 بسیار تانک های موثری هستن، شاید این به قولن همین گیم چنجر باشه، یا هواپیمای A10. یعنی این من وقتی کارشناسای نظامی وقتی نظراتشون میبینم میگن که مثلا چند تا اگه از این هواپیمای A10، اگه که تو یوتیوب نگاه بکنین، این هواپیمای A10 به اصطلاح خوراکش همین کاروانای نظامی که دور و بر کیف هستن. اگه 10-20 از این A10 ها داشتن، اوکراینی ها الان با خاک یکسان کرده بودن این کاروان تسلیحاتی روسیه رو. اولا اینکه هدف اولیه‌ای که روسیه برای خودش تعیین کرد اون بلعیدن اوکراین بود. حالا وقتی که به مشکل برخورده که روسیه به اوکراین رو به دو بخش شرق یا غربی تقسیم کنه و اینو به عنوان پیروزی بفروشه و مثلا از اون بخش غربی رو رها بکنه، این مثل تلاش کردن برای قورت دادن خارپشته. تو قسمت شرقی اوکراین بدون قسمت غربیش یعنی بلعیدن خارپشت. چرا؟
چون که اون بخش شرقیش با بیش از 4 کشور با 4 کشور به صورت زمینی و 1 کشور به صورت دریایی با ناتو هم مرزه و چه بسا این تسلیحاتی رو که بنابراین روسیه برای اینکه حتی بخش شرقی رو هم نگه داره مجبور از لحاظ استراتژیک از لحاظ ژئوپلیتیک مجبور بخش غربی هم تصرف کنه تا مانع ورود تسلیحات و سربازان اوکراینی به قسمت شرقی بشه. این کار اگه بکنه به قولن در زبان انگلیسی بهش میگیم stretching at 10، یعنی اینقدر ارتش تو گسترده میکنه که دیگه تبدیل میشه به یه لایه نازکه که توان تهاجم یا دفاع رو نداره. این باعث میشه اوکراینی ها راحت تر بتونن با اون ارتش مقابله کنن. اگر که وارد شهر بشه که اصلا میشه جنگ شهری که اصلا یک دینامیک متفاوتی داره، چرا که وقتی شما یک نیروی اشغالگری هستین وارد یک شهر میشین، وقتی که سرباز هستین تو این شهر قدم میزنین هر خونه هر پنجره یعنی یک دشمن. شما امکان داره توی هر خونه یکی کلانچیکوف به دستش باشه، یک اسلحه به دستش باشه که بخواد از اون پنجره به شما شلیک بکنه و این قدرت تهاجمی دفاعی رو به ضرر روسیه تغییر میده، به نفع اوکراین تغییر میده. حالا این یه حرفی رو که زده روسیه زده، حالا ببینیم و به قولن تعریف بکنیم که آیا واقعا میتونه شرق روسیه رو نگه داره. شما میتونید یک کشور رو اشغال بکنید، حتی روسیه میتونه نمیدونم 1 ماه 2 ماه دیگه کل فرض کنید کل اوکراین رو اشغال کنید. نگه داشتن این اشغاله که مهمه. شما وقتی که یک نیروی عظیم مردمی تسلیحات داره میخواد با شما مقابله بکنه، شما نمیتونید اشغال رو نگه دارید. با توجه به فرسایش این نوع جنگ و استهلاکی که تسلیحات شما یا اون ماشین جنگی شما هم داره، این مسئله رو بسیار پیچیده میکنه. من فکر نمی کنم واقعا حالا از درد ناچاری الان به یک مشکلی برخوردن. وزیر دفاع روسیه نزدیک بیش از 1 هفته است اصلا کسی ایشون رو ندیده. گزارش هایی بود که پوتین عتاب کرده و با خشم و غضب به ایشون، به وزیر دفاع روسیه که این مسئول شکست اوکراین توی، اگر این درست باشه یعنی اینکه روسیه بخواد تغییر استراتژی بده، فقط شرق اوکراین رو نگه داره و اینو به مردم روسیه و جهان بفروشه که نه ما از اول هدفمون همین بود، الان پیروزیم، همه چی هم تموم شده، بعد از دیپلماسی استفاده بکنه برای دوپاره کردن اوکراین و غرب و قانع بکنه برای پایان دادن جنگ، دوپاره کردن اوکراین. من فکر نمی‌کنم چیزی باشه که اوکراینیا بپذیرن. وقتی اوکراینیا نمیپذیرن و هنوز توان جنگیدن و اراده جنگیدن رو دارن، این هم یک بار اخلاقی بر غرب. ببینید اوکراین، و ما این شوخی رو این تعارف کنار بزنیم، اوکراین کشور غربی مسیحی سوریه نیست و جهان بیشتر به اون اهمیت. شما نگاه کنید اصلا جز به جز هر رسانه ای رو شما باز بکنید، جز چپ راست میانه فوق چپ، ببین چه نگاهی نسبت به روسیه و پوتین دارن الان، چه نگاهی رو پروجکت میکنن نسبت به در مورد مسائل اوکراین. این فشار عظیمی بر افکار عمومی این کشورهای غربی میذاره که این دولت هاشون رو وادار میکنه که کمک بکنن به مردم اوکراین. به یک نوعی من فکر میکنم روسیه نه همون بلعیدن خارپشته، نه راه پس داره نه راه پیش. شما میتونید پیروزی نظامی، حالا فرض کنید اصلا پیروزی نظامی قاطع به دست بود، خب این پیروزی نظامی باید بتونید تبدیلش بکنید به پیروزی سیاسی. این چکو که شما در عرصه نظامی گرفتید باید ببرید به بانک در عرصه جهانی، این چکو نقد بکنید. وقتی که جهان این چکو برای شما نقد نمیکنه، حالا شو این چک مثلا فرض کنید یه مبلغ بسیار زیادی هم باشه، اون فایده ای نداره. وضعیت روسیه هم همینه، شما اوکراین رو نمیتونید اشغال کنید مگر با ویرانی گسترده. ویرانی گسترده هم شما یه زمینه سوخته رو غصب کردید و مردم از شما تنفر دارن،
خانواده اونا رو آواره کردید، مردم اون رو کشتید، خب معلومه اونا هم شما میخوان روزتون رو به پایان نبرید و دنبال شما هستن که شما سر به نیست بکنن. این وضعیت اوکراین اینجوری نیست که حالا بگم ما شرق واسه خوب و خوشی حالا بیاییم روبوسی بکنیم تموم شد رفت جنگ، تموم شد رفت دنیا دو روزه، اینجوری نیست. و من فکر میکنم هر چقدر که به جلوتر میریم سیل این تسلیحات غربن بیشتر میشه، چه بسا تنوعشون هم بیشتر میشه، چه بسا میزان کارآمدیشون هم بیشتر میشه از لحاظ اینکه سلاح‌های موثرتری به اوکراین گسیل بشه. به نظر نمیاد که روسیه بتونه شرق اوکراین رو، حالا شما همین کیف رو در نظر بگیرید، شما کیف رو بخواید اشغال بکنید باید ویرانش بکنید، یا ویرانش بکنید با خاک یکسانش بکنید. خب بعدش چی؟ این اشغال رو میخواید چجوری نگه دارید اگه قسمت‌های غربی اوکراین با تسلیحات جدیدتر میان به شما حمله میکنن؟ این اشغال چجوری میتونید نگه نمیدونم. به هر حال این مسئله به اون سادگی که نمیدونم فرمانده روسی گفته نیست. بله سپاس شد. آقای فیروز لطف کردن نوشتن جناب لیبرال دموکراسی جهان چگونه میتواند با ضعف دموکرات ها به خصوص منظور در پرانتز بایدن و جناهای وابسته به آن در اروپا مقابله بکند؟ این سوال آقای فیروز هستش. بفهمید آقای. البته ببین درسته این دموکرات ها بیشتر ضعف نشوندن مخصوصا اون جناح چپ دموکرات ها، ولی همون جوری که من در سخنان پیشین گفتم این محدود به دموکرات ها نیست. ببین یک آیسولیشنیزم، یک تئوری هست به عنوان انزواگرایی، این که آمریکا باید به مسائل داخلی خودش بپردازه و این کشورها و آمریکا مسئول برقراری نظم جهانی نیست به یک معنا. اینو هم ترامپ قبول داشت هم دموکرات ها قبول دارن. یعنی اگه بخوایم خیلی ابجکتیو و به صورت عینی قضاوت کنیم این محدود به دموکرات ها نیست. ترامپ هم به کشورهای خاورمیانه میگفت اصلا به ما چه امنیت، شما خودتون امنیت خودتون رو تامین کنید، یا اگه میخواین آمریکا امنیتتون رو تامین کنه دست تو جیبتون کنید، چکشو برای ما بفرستید. این حرفی بود که ترامپ هم میزد. چگونه میشه الان نشانه های خوبی مثلا در اروپا داره ظهور میکنه که اروپا به اصطلاح دولت‌های اروپایی چون تبدیل شدن به دولت‌های رفاهی welfare states و اینا تبدیل شدن به مؤسس به یک نوع مؤسسات خیریه بیشتر، یعنی که مثلا شما یک کمپانی هست، مثلا کمپانی تلفن شما هست، تلفن شما هست، مثلا این به شما یه سری خدماتی میده و شما به یک سری مثلا هزینه رو پرداخت میکنید. حالا این هزینه رو که پرداخت میکنید در دولت‌های اروپایی اون تکس و مالیاتی که میدید و اون دولت برای شما یه سری خدماتی رو ارائه میکنن و کمتر در حوزه صلح و جنگ که به نظرم یکی از اساسی ترین کارکردهای دولت‌ها هست در این زمینه کمکاری کرده بودن، از جمله همین آلمان. اروپا همیشه مینازید یا اتحادیه اروپا مینازید اون چیزی که میشون بودن soft power یا قدرت نرمشون. منظور از قدرت نرمشون هم قدرت دیپلماسی بود، قدرت داد و ستد بود، تجارت بود. میگفتن ما با همون نظریه به اصطلاح interdependency، یعنی که ما وقتی که وابستگی دو سویه به وجود میاریم تجارت آغاز میکنیم بین کشورها، این یک قدرت نرم و یک قدرت چانه‌زنی به ما میده که میتونه جنگ رو مهار کنه. بنابراین سرمایه گذاری عظیمی روی ارتش ها لازم نیست انجام بده. مثلا ما به عنوان آلمانی ها گاز روسیه رو میخریم، اگر روسیه بخواد یه رویکرد تهاجمی در پیش بگیره ما تهدید میکنیم که دیگه گاز تو رو نمیخریم و این یعنی ضرر اقتصادی و این باعث میشه که روسیه مثلا سر جای خودش بشینه که اگر که تنشو بالا برد
منافع اقتصادیش به خطر میفته. ولی دیدیم این اتفاق نیفتاد. یعنی روسیه گفت که بسیار خوب، منافع اقتصادی من به خطر میفته که بیفته. یا این که همون مسئله اعتیاد، اینی که چنان روسیه احساس کرد که چنان اروپا رو به نفت و گاز خودش معتاد کرده که اینا حتی وقتی که روسیه سطح تنش رو بالا ببره، اینا توانایی و اراده اینو ندارن که بند ناف خودشونو از نفت و گاز روسیه قطع بکنن. حالا این دید رو اگر چین هم داشته باشه نسبت به جهان، یعنی که فکر کنه که جهان چنان به محصولات چینی اعتیاد پیدا کرده که اگر که چین سطح تنش رو بالاتر ببره، بنابراین یه جبهه متحدی علیه چین شکل نمیگیره، این میتونه خطرناک باشه. یعنی این نظریه وابستگی دو سویه رو شما میتونه از دو منظر نگاه بکنید. این که اتفاقا اون طرف مقابل چون که فکر میکنه شما به اون وابسته هستین، از این وابستگی سوء استفاده کنه برای بالا بردن سطح تنش. امیدوارم که مسئله رو پیچیده نکنه. اگه که با شما با نظریه بازی ها آشنا باشید و این نظریه بازی ها رو توی روابط بین الملل بخوایم به کار ببریم، این مسئله رو میتونیم توضیح بدیم و مسئله رو بهتر میتونیم درک بکنیم. بنابراین این نگاه به اصطلاح ما تجارت میکنیم و این تجارت به تنهایی یا بخش عظیمی از تنش‌های ما رو حل میکنه، به نظرم این الان دیگه نمیتونیم بدون دست کم بدون تبصره اینو نمیتونیم ببرد. شما با ارتش قوی و نیروی نظامی رزمنده پا در رکابی داشته باشید، در کنار اون داده ستاد اقتصادی چیزی مثل شبیه آمریکا. در آمریکا نیروی جنگاوری بالاست، نیروی نظامی قویه، در اینها داده ستاد اقتصادی هم داره. شاید اروپا اگر که به این سمت و سو بره، مثلا الان ما اتحادیه اروپا ایالات متحده اروپا نیست، ایالات نامتحد اروپاییه. یعنی شاید اگر که کل سیستم اتحادیه اروپا به سمت مثلا نظام فدرالی آمریکا پیش بره، به نوعی که هر کشور اروپایی بشن یکی از استیت‌های این دولت فدرال و یک دولت مرکزی مثل دولت فدرال آمریکا باشه که هم نیروی نظامی داشته باشه و هم بتونه سیاست خارجی یک دستی رو داشته باشه، اون موقع میتونه تبدیل بشه به یک ابرقدرت جهانی، چه بسا قدرتمندتر از آمریکا، و هم بتونه مقابل چین بیسته، هم بتونه مقابل روسیه. نمیدونم، شاید ما به این سمت سو بریم. بعد الان این اتفاق اوکراین که افتاده هنوز جدیده، هنوز تمام پیامدهای اونو بر ما آشکار نشده. یه مقدار بیشتر بگذره بهتر میتونیم قضاوت بکنیم. بله، امیدوارم آقای فیروز هم جوابش رو گرفته باشن. آقای سپر، من نوبت شما رو دیدم، اما قبل از شما من خودم و آقای کاظمیه. آقای کاظمیه عزیز بفرمایید، ما حتما یه سعی میکنم نوبت برای آقای سپر هم داشته باشم. آقای کاظمیه بفرمایید. بله، درود به دوستان. جناب، من یک سوالی فقط اینجا از دوستان پیش اومده اینه که اگه یادم نره، کریم سال 2014-2015 انکسید شد و در حدود 9000 تا و 6000 تا کشته داد. حمله شدیدی بود که روسیه کرد و دو ایالت دیگه هم که طرف شرق هستن رو به اصطلاح پارتیزان ها گرفتن، یعنی باز دست خود روسیه است، و بلاروس هم که شمال. چطور اون موقع همچی برنامه های اجرا نشد علیه روسیه صحبت کردن و از اوکراین طرفداری کردن؟ چطور اون موقع نشد؟ و آیا هدف حقیقی روسیه گرفتن کمپلیت اوکراینه، یا فقط میخواد یه قیمت قسمت رو برای خودش نگه داره مثل مینسک که اون پایینه به دریای آزاد راه داشته باشه و یه قسمت هم بکنه نوترال که مرز مشترک با ناتو نداشته باشه؟ یعنی صحبتی بوده که کرده، آیا میتونه اینطور باشه یا نه؟ اینه که چرا اتحاد غرب علیه روسیه هنگامی که کریمه رو به روسیه ضمیمه کرد، یا اون دوتا جمهوری که جدایی طلبان اوکراینی اونجا هستن، شما اگه خاطرتون باشه تو همون آستانه حمله
روسیه به اوکراین، بایدن یه حرفی زد که بعضی‌ها گفتن یه گافیه که همه گافیه که معمولا بایدن میده، گفت که اگر که پوتین یه حمله محدود بکنه با عواقب بزرگی مواجه میشه، یه همچه حرفی رو زد. بعد روز بعد شما من تکذیب کردم. به نظر من اون حرفی رو که پوتین بایدن زد به احتمال زیاد اتفاقا بایدن منظورش همین بود که تو اگه میخوای حمله بکنی به قولن سیف فیس بکنی، یعنی که مثلا حرفت زمین نخورده باشه. حالا بیا یه بخشی از اون اوکراین رو، همون قسمت دوتا قسمت جدایی طلبان رو اشغال بکن و جهان به حال دوتا بیانیه شدید لحنی میده برای دیگه این چنین اتحادی علیه روسیه شکل نمیگه. این که چرا با بعد از حمله به کل اوکراین این اتحاد شکل گرفت، مسئله به نظرم اینه که اوکراین هم مرز هدف روسیه اولین رو اشغال بکنه اوکراین رو، بعد اوکراین هم مرز با 4-5 تا کشور ناتو و این مسئله امنیت اروپاست. شما اوکراین رو نه بخشی از اوکراین رو مثل کریمه سال 2014 اما کل کشور رو بخوای اشغال بکنی، این نگرانی به وجود میاره که خب کشور بعدی کیه، قربانی بعدی کیه، لهستان، فنلاند، لتویاست، یکی از کشورهای ناتوه و این یعنی که جنگ گسترده. میدونید معنای ناتو، معناش میشه collective security، یعنی که حمله به یکی اعضا حمله به تمام اعضاست. یعنی اگه الان روسیه حمله بکنه به لهستان، در عمل بر اساس این پیمان دفاعی مشترک معناش اینه که روسیه به تمام اعضای ناتو حمله کرده، به آمریکا و آلمان و نمیدونم لاتویا و لهستان، همه اینا حمله کرده. بنابراین همه اینا نیروهای خودشون رو بسیج میکنن برای مقابله با این تهدید. به همین خاطره که سوال کوتاه اینه امنیت اروپاست. اشغال کریمه امنیت اروپا رو به این معنا به خطر نمیداخت، اما اشغال کل اوکراین چرا به خطر میندازه؟ چرا که این سوال پیش میاد پس قربانی بعدی روسیه کی است؟ اون بخش دوم سوالتون رو متاسفانه من فراموش کردم، اگه یادآوری کنید. نه، آیا هدف روسیه این نیستش که حقیقتا یک قسمت برای خودش بگیره یا اینکه نوکرای خودش بذاره اونجا و قسمت بیشترش بکنه مثلا نویترال؟ ولی هر چیزی که بود، اتفاقا چیزی که روسیه میخواسته، از ایران هم میخواسته این کارو بکنه، راه باز کردن به دریای آزاده که از طریق کریم و مینسک به دریای آزاد راه داره و دو ایالت به اصطلاح پارتیزانی هم که در شرق هسته که تقریبا میشه گفت طرف آذربایجان و آذربایجان مثل این که اونجا هستن، قسمت های نفخیزه، از اونجا هم راحت به آب آزاد راه داره. شرق هم تقریبا همه رو گرفته و من شکل میدونم این موضوع چیز پایتخت اوکراین از همون روز اول محاصره بود، الان نشده، از همون روز اول شده بود، محاصره شده بود، ولی حمله ای نکردم و تا امروز هم حمله نکردم. چرا؟ سوال اینا همش واسه من. چطوری میشه که ترکیه درونهایی که داره میفرسته برای کیف؟ ببین یه مقدار این چیزا واسه من پیچیده است الان وقتی نگاه میکنم چه بازی داره این وسط میشه. ببینید نقش ببینید یک تحلیل تاریخی اینه که روسیه به دلیل که به اون بخش دریای سیاه از لحاظ جغرافیایی راه نداشته، همیشه این اجبار ژئوپلیتیک رو داشته که به کشورهایی که به دریای سیاه راه دارن به یک نوعی نگاه طمع‌آمیز داشته باشه، از جمله ترکیه. خب این یه تحلیل تاریخیه، ولی در جهان امروز شما میتونید از راه تجارت و دیپلماسی، مثلا ما توی قرن چندم قرن مثلا صده میانه زندگی نمی کنیم یا پیش از جنگ جهانی دوم زندگی نمی کنیم، کشورها بر اساس دیپلماسی، روابط اقتصادی و سیاسی که دارن میتونن دسترسی داشته باشن به دریایی که ندارن. مثلا افغانستان فرض بکنیم به دریا راه نداره، حالا فرض کنیم افغانستان یه روزی قدرت
منطقه‌ای بشه، مثلا باید مثلا فکر کنه باید ایران اشغال بکنه یا پاکستان اشغال بکنه، یعنی که نه از طریق دیپلماسی باید مثلا راهن مشترک رو برقرار کنه که بتونه کالاهای خودش یا مثلا اینا هست. آقای دیوانی فر، خواهش میکنم بفرمایید. عرضم حضورتون و سپاس از حضورتون در دفتر پژوهش جناب دکتر عزیز. میخواستم، من نمیدونم مطرح شده قبلا یا نه، ولی این صحبتایی که میشه در مورد این حرکت پوتین یا روسیه برمیگرده به فروپاشی شوروی در حقیقت. بعضی ها استدلال اینجوری میکنن که در اون زمان غرب یا ناتو یا دیگر کشورها تعهداتی داده بودن به شوروی اون زمان که بدون جنگ و درگیری و اینجور قضایا به این کشورها استقلال بده، این کشورها رو شوروی استقلالشون رو بپذیره و آزاد بذاره، کشورهای مثل ترکمنستان، قرقیزستان، آذربایجان و بقیه پیدا شدن اومدن روی کار. در مقابل این تعهدی که داده بوده شوروی، اینجور که بنده البته اسنادش رو ندیدم، در مورد این تعهداتی که داده شده از طرف شوروی و این کار رو انجام داده، در تعهد داده بوده که به مرزهایی که باقی مونه نزدیک نشه و ناتو رو نگیر اونجا. الان میبینیم یه جوری محاصرش کرده. حالا من میخواستم ببینم نظر شما در این مورد چیه؟ یه همچین چیزی بوده نبوده؟ آخه خب چرا پس اگه واقعیت توی این قرار داده هست چرا این کار کردن؟ نه یه خودم خودشون تقصیر دارم بگیر از من تمام بفرمید. من نه همچین چیزی نبوده. من فکر نمی‌کنم ناتو تعهد داده که مثلا کشورهای اصلا همچین تعهدی رو، اصلا من دلیل و منطقش رو نمی‌دونم چیه. خب تا وقتی یه تهدید هست، شما در مورد امنیت که نمیتونید تعهد بدید که مثلا به کشورهای تعهد بده که امنیت خودش رو جدی نگیره. اصلا مسئله تعهد نیست، این مسئله قرارداد نیست، این مسئله عینی سیاسیه، نه لزوما حقوقی. اینکه هر کشوری حق داره امنیتش رو به هر وسیله‌ای که سلامی داره تامین بکنه. در مورد بله، شوروی این تعهد حتی توی چیز بود، توی تعهد مینسک سالش رو دقیقا اون بوریس یلتسین زمانی که شد رئیس جمهور بسلا روسیه یا شوروی که در آستانه فروپاشی بود، قبول کرد که استقلال اوکراین رو بپذیره و همه اینا رو سند شده امضا کرده. اما پوتین اینو نقض کرد، حتی گفت که اون توافق مینسک و پایتخت بلاروس که در اون زمان انجام شد، این توافق اونو نقض کرده. من ناتو یک چیز دفاعی تهاجمی نیست، نمیدونم. به هر حال مسئله این نیست که شاید به صورت 100% بگیم تقصیر این بوده تقصیر اون نبوده، ولی به نظر من روسیه، همون جوری که گفتم، روسیه یه قدرت استعماری امپریالیستی. شما رفتار روسیه رو با خود کشور ما نگاه بکنی، این چه ربطی داره که مثلا بگیم مثلا جمهوری اسلامی خیلی مثلا با روسیه مقابله کرده که روسیه رفتارش با ایران اینجوریه؟ این برمیگرده به خصلت روسیه به عنوان یک کشور امپریالیستی قرن 19، خودشو در همون هیئت قدرت استعماری قرن 19 میبینه. به نظر من اگه جلوش گرفته نشه، میره لهستان هم میخواد اشغال بکنه، میخواد بره لیتوانی یا لاتویا و همون اون کشورها هم اشغال بکنه. اصلا ربطی به این ناتو، اتفاقا به خاطر این اون کشورها رو حمله نکرده، چون اونا عضو ناتو هم. الان فنلاند و سوئد هم میخوان بپیوندن به ناتو به خاطر اینکه خب شما هم بعدی قربانی بعدی ما باشیم. بله سپاس. ولی جناب دکتر صوفیا، این مسئله‌ای که آقای دیوانی فر مطرح کردن اینجا هست، من فکر می‌کنم که وجود داره، چون در یک مستندی و کاملا هم درست، این آقای پوتین در کنفرانس مونیخ که کنفرانس امنیتی مونیخ آمده بود، چندین بار، دو بار، سه بار آمده، در 1992 در این کنفرانس میگه شما تعهداتی داشتید که به آن اجرا نکردید. من از این علنا گفته میشه
به زبان آلمانی اینجا ترجمه میشه، میگه من از شما خواستم که تعهداتتون رو اجرا بکنید نکردید، و بعد از اون میرسه به مسئله تیکه از گرجستان و بعد میرسه به شبه جزیره کریم و از این حرفا. برای هر یه صحبتی بوده، یه توافقاتی حالا اگر طرف ناتو نبوده از طرف غرب بوده با ایشون، یعنی به قول شما ما نمیخوایم بگیم کی تقصیره کی مقصره کی این کار کرده کی نکرده به هر حال، ولی یک خصلت روسی هم که شما میگید دقیقا درست میگید، و اون تجارت و اون خوشباوری افراطی که غربی ها هم به روسا داشتن، این مسئله است که شما درست بهش اشاره میکنید، ولی به هر حال یه چیزایی بوده به قول معروفی صحبتایی بوده، حالا از زمان حتی ریگان اینجا صحبت بود که همچین اتفاقی افتاده صحبت کردن، و بعد اون جمهوری‌های اتحاد جماهیر بفهمید من ببینید اون تعهدات ما باید بدونیم به صورت مشخص اون تعهدات چی بوده، مثلا تعهد اقتصادی بوده، فرض کن مثلا تعهد اقتصادی بوده، مثلا روسیه باید بیاد اوکراین اشغال بکنه یا گرجستان اشغال بکنه، این رفتار روسیه یک تاریخی داره، یک پترنه، یک الگوی رفتاریه که در طول تاریخ خودش رو نشون داده، یعنی اینو نمیتونیم صرفا بر اساس عکس العمل چی کنید. مثلا شما نگاه کنید در مورد جنگ های ایران و روس، خب همین رفتار رو داشتن، در مورد اشغال آذربایجان همین رفتار رو داشتن، در مورد گرجستان، چچن، سوریه، کریمیه در سال 2014 و الان در سال 2022، خب این الگوی رفتاری رو که نمیتونیم مثلا ما بگیم که فقط یک همین جنگ مثلا یک ماه پیش رو در نظر بگیم و روسیه چون تعهدات، خب کدوم تعهدات؟ مثلا مگه کسی به روسیه حمله کرده؟ حالا هر مسئله‌ای داشته چرا اصلا حمله نظامی و لشکرکشی گست؟ مگه کشورها همشون تعهداتشون نسبت به همدیگه رعایت میکنن؟ به محض یکی تعهدش رو رعایت نکرد، خب بخواد یکی رو اشغال بکنه که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. من این منطق رو متوجه نمیشم. نه شما درست میگید، عرض کردم خدمتتون خصلت روسیه که شما بهش اشاره کردید، قدرت استعماری، دقیقا دیده میشه، در این مسئله حرفی نیست. من عرض کردم که صحبت‌هایی بوده، ولی این دلیل بر این نمیشم تو که شما میگید که تا لالت بگم به قول اصطلاح خودمون بالای چشات ابروی تو گوش طرف زده بشه، این اصطلاحی که وجود داره. نه شما درست میگید، ولی که وقتمون هم کم میاد، آقای پاشایی عزیز هم سوالتون رو بفرمایید و هم آخر جلسه با شماست تا بعد بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم محبتتون، ممنون دکتر سوفیامهر عزیز. چند تا سوالی که در مورد چین، این که این تجربه به حساب روسیه و حملهش و وابستگی اروپا نظر مالی بهش، این تجربه در مورد چین امکان داره باشه که دو سال دو جهان به چین تا یه حدی وابسته شده، چین هم به پولی که از غرب بهش سرازیر میشه برای سیر کردن شکم کارگراش وابسته است. دو، در مورد حساب ناتو، الان من فکرم که بعد از این حمله روسیه ناتو دلیل وجودیش پیدا شد، یعنی یک اتفاقی افتاد که آقا بس ما لزوم داریم ناتو رو داشته باشیم، برای اینکه همچین خرس به حساب درنده ای بغل ما خوابیده که هر لحظه آماده است، اگر ناتو نبود که الان حمله حتما خیلی شدیدتر میشد، این برای وجود ناتو دلیل پیدا شد. در حال نقش مردم در این مقاومت و در زمینگیر کردن روسیه چقدر مهمه، و این تجربه برای خود ماها نمیتونه ببینیم که مردم چقدر میتونن در صحنه های سیاسی بخصوص حتی در صحنه جنگ های جهانی مؤثر باشن برای زمینگیر کردن یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان. وای به حال جمهوری اسلامی و زمینگیر کردن به حساب ببر پوشاری جمهوری اسلامی. مرسی امین جان. درود بر آقای پاشایی. ببینید در مورد چین و روسیه در موقع به نظرم به تفصیل صحبت کردیم که آیا وابستگی چین باعث میشه که چین محاسبش این باشه که اگر که یک جنگی رو در پیش گرفت این به ضرر اقتصادی شه و همین منفعت اقتصادی باعث میشه که سعی بکنه که سطح تنش رو بالا نبره، یا برعکس اتفاقا وقتی چین فکر کنه که غرب یا دنیا به اون وابسته است این باعث میشه که رویکرد تهاجمی در پیش بگیره. اینا باید منتظر دید و دید و ببینیم که محاسبه چینی ها چه خواهد بود، ولی خب الان من امیدوارم که اشتباه نکنم
ولی من فکر میکنم چین این کار رو انجام نخواهد داد به خاطر اینکه پیامدهای مرگباری برای چین داره و کسی پیروز جنگ با چین نخواهد. چین یعنی یک بازی باخت باخت اگر چین بخواد یک حمله به تایوان صورت بده. دست کم امیدوارم که اشتباه نکرده باشم توی این تحلیل در مورد نقش مردم، نه تنها نقش مردم، نقش رهبری. ببین این زلنسکی یک درس برای ما، برای ما ایرانی ها. زلنسکی تا پیش از حمله روسیه نظرسنجی‌ها نشون داده بودن که مقدار محبوبیتش 25% بود. بعد از ایستادگیش نظرسنجی‌ها محبوبیت زلنسکی رو بالای 90% نشون میدادن. اینجا برای اون چیزی که برای اپوزیسیون و فهم نقش رهبری مهمه، تفکیک میان دو مفهوم اقتدار و قدرت. زلنسکی تا پیش از حمله روسیه و بعد از حمله روسیه سطح قدرتش یکسانه، اما اقتدارش همون میزانی که نظرسنجی، تفاوت نظرسنجی از 20% 25% تا 90%. یعنی زلنسکی وقتی قدرتش یکسانه بعد از حمله روسیه اقتدارش افزایش پیدا میکنه. یعنی منظورم از این حرف اینه که شما برای داشتن اقتدار لزوماً نیاز به قدرت ندارید و اپوزیسیون نیازمند شکل دادن به اقتدار، authority در برابر power. یعنی اپوزیسیون الان چون که خارج از ایران، خارج از قدرته، اما نیازمند اقتدار. اقتدار مؤلفه‌های اقتدار چیه؟ اقتدار چگونه ساخته میشه؟ یکی این که شما بدونید یک رهبر پا در رکابی دارید، یک اهداف روشن، یک ویژن و یک منظر و چشمانداز روشن را از آینده مطلوب نشون میده، به صداقتش باور دارید، خوشنام، پیشینه خوبی داره، نفوذ کلام داره، این توانایی بسیج نیروها رو داره. همه این کارا رو زلنسکی داره انجام میده. این خیلی مهمه. این بسیج، ببین اوکراین یک کشور بسیار فاسدی بوده. سیاستمدار اوکراینی، حتی افرادی که در کنار زلنسکی بودن، افراد بسیار فاسدی بودن. و یکی از محاسبات پوتین این بود، چون که این حکومت فاسده، وقتی که روسیه وارد اوکراین میشه همه این افراد فاسد پا به فرار میذارن، منفعت شخصی خودشون رو در نظر میگیرن. ولی خب این هم باز سوء محاسبه پیش اومد. حرف من اینه. اما وقتی که یک رهبر تونست این مکانیزم و این دینامیک رو تغییر بده، وقتی که زلنسکی ایستاد، این شد نمودی برای ایستادگی یک ملت. اون اوکراینیان یک مأوا و پناهگاه، یک فضای عمل، یک فضای مانوری برای خودشون دیدن تا بتونن اون کنش خودشون در یک راستا، در یک هدف مشخص تعریف بکنن. این نقش رهبریه. اینی که ما ایرانیان اینقدر پراکنده هستیم به خاطر که نتونستیم به یک رهبری مقتدر شکل بدیم که تمام این نیروهای پراکنده رو بسیج کنه برای یک هدف مشخص. بنابراین به نظر من پرسش روز ما، پرسش شب ما اینه که اقتدار چگونه شکل میگیره، موانع شکل گیری اقتدار برای اپوزیسیون چیه و چه رهبری میتونه نمود این اقتدار باشه در میان ما ایرانیان. اینه که ما باید بهش پاسخ بدیم. این ضعف اپوزیسیون تا وقتی که ما با همون نگاه خوشخیاله آیا آقا قرن 21 هر کسی خودش یک رهبر رو شما بیافتین جلو و هر کسی خود گوشی کار بگیره با اون منطق هیئتی که متاسفانه بر اپوزیسیون هم حاکمه، هیچ کاری نمیشه. اگر اوکراینیان زلنسکی رو نداشتن و زلنسکی مثل قرنی پا به فرار گذاشته بود، اوکراین الان در همون هفته اول روسیه بلعیده بود. اینجاست که نقش رهبری مهمه. وحدت فرماندهی باید باشه. اگر که رهبر نتونه وحدت فرماندهی رو به وجود بیاره، آنچنان که اپوزیسیون سوری نتونست به وجود بیاره، اون بلا سر سوریه به وجود میاد. سوریه رهبری نداشت، اپوزیسیونش رهبری نداشت و
وقتی که رهبری نباشه اصلا جهان نمیتونه، میلیون ها سوری هر کدومشون یک سری عقیده و باور داره، جهان میگه که من کدوم سوری نماد مردم سوریه هست که من بدونم چه کمکی میتونم بکنم. تکلیف جهان با اوکراین مشخصه، چون که زلنسکی سخن میگه از جانب مردم اوکراین و غرب میدونه مردم اوکراین چی میگن، چون که حرف زلنسکی رو متوجه میشه. هر ایرانی برای خودش یک سازی میزنه. خب غربیا میگن که خب ما کدومتون هر سخن مردم ایرانو میگید که من به اون گوش کنم، که فردا اگه به حرف این یکی گوش کنم اون یکی نیاد بگه که نه ما از همچین چیزی نخواستیم، تو چرا تو مسائل ما دخالت کردی، تو چرا این کارو کردی، تو چرا اون کارو کردی. الان زلنسکی با یک صدا میگه من تسلیحات میخوام، من این نوع تسلیحاتو میخوام، من این نوع کمک رو از غرب میخوام، و جهان اینو به عنوان صدای مردم اوکراین میپذیره. وقتی که ما این رهبری رو نداشته باشیم، یعنی افراد بی صدا هستیم. افراد بی صدا یعنی افرادی که هیچگاه نمیتونن اقتدار به دست بیارن. اینها همه برای ما باید درس باشه به نظر من. سپاسگزار جناب دکتر سوفیان. آیا پاشه صحبتی دارید؟ نه من دکتر همین مطلب رو باز کنه، همین نقش رهبری و نقش مردم رو که نظرم خیلی مهمه و برای بیشتر بهترین درس‌های تیمم که مدت اتفاقات اوکراین برای خودمون بگیم. حالا سبای مسائل جهانی که بررسی می‌کنید برای خود برای علاقه که چه تجربه برای ما خواهد بود، مطلب دکتر سوفیان بسیار درسته. همین خواستم باز کنم. سپاسگزارم جناب دکتر سوفیان مهر عزیز از اینکه وقت گذاشتید با توجه به کمبود وقتی که داشتید و اجازه دادید که ما در خدمت شما باشیم. بسیار بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید که باز هم با شما در تماس باشم، به خصوص در مورد این مسئله رهبری و اپوزیسیون. خیلی خوب خواهد بود که ما بحث رو باز بکنیم و بیشتر راجع به صحبت بکنیم. یک زمانی رو من با شما تماس میگیرم که گفتم اجازه بدید معین میکنیم و شما در خدمت شما باشیم. یه مسئله رو من تذکر یادآوری کنم، نه تذکر، من دو تا برنامه ضبط کردم با آقای میبودی در مورد همین نقش رهبری، معنای رهبری و اینکه مبانی شکل‌گیری اقتدار، منطق حاکم بر اپوزیسیون. اگر دوستان میخوان میتونن فکر کنم در یوتیوب باشه، یک گفتگوی دو قسمتی با آقای میبودی. اگر که شما لطف کنید برای دیگر اعضا، اون دوستانی که دوستان در مورد مباحث آشنایی بشن، میتونن به اونجا رجوع بکنن. بسیار، ما برای مقدمه اون رو بعد من دیدم مقدمه میفرستم و بعد با خود شما حضوراً میتونیم دوباره به طور کلی صحبت‌های دیگری پیش خواهد اومد. باز از شما سپاسگزارم.